سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به قسمت دیگه از سامنشه جلوه ویژه. تو این قسمت میخوام به تو آموزش بدم چطور این افکت دوباره با هم بزنیم. یه ویدیو بسیار جذاب و آسونیه که راحتی میتونیم بسازیمش. از اگه میخواین آموزش ببینید ادامه کلیپ با همراه باشید. من بهشون که ایم هستم و اینجا کم به استودیوه که به صدا هفتگی کل آموزش از نرم‌افزار گرافیکی و کل کلیپ های از دنیای تکنولوژی براتون میذارم. اگه تا الان کانال کم استودیو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و دکمه زنگوله هم بزن تا داخل کلیپ های من بخواه باشی. خب دیگه بماسم آموزش، پس لیتس گو. همونطور که توی کلیپ دیدید برای ساخت این افکت هم به کارتون نیاز داریم و این نکته هم که توی کلیپ قبل هم بهتون گفتم که دوربین باید روی سه پایه باشه ثابت باشه و از ضبط هم به یک کلیپ نیاز داریم که شخص وارد صحنه بشه، کارتون براش بباره بریزه پایین و یه صحنه خالی. حالا بدن افتر افتفکت میشیم و کلیپ رو بسازیم. بدن افتفکت شدم و فایل هم امپورت میدم. از فایل هم حالا از فایل اصلی خودم کامپوزیشن میسازم و صحنه خودم میسازم. از فایل اصلی من حالا فایل خالی ما در اینجا درگ دراپ میکنم، صحنه خالی ما در اینجا رو گزینه تایم برای فریز فریم میزم و این طولش رو زیاد میکنم تا آخر کلیپ و در زیر این کلیپ قرار میدم. در اینجا کم زوم میکنم بعد ماسک انجام بشه. باز از گزینه پن تو در این بالا و روی این قرار میدم، روی این کلیک میکنم و ماسک هم میکشم. حالا باز از گزینه M یا در اینجا برای ماسک کلیک میکنم و بخش اد رو به سافت‌ترک تغییر میدم. به کرونومتر ماسکش کلیک میکنم و اولین کی فریم این بخش رو میسازم. حالا چند فریم میریم جلو و ماسک خودمون رو داریم. با زدن دکمه شیفت و زدن روی مربع ها میتونیم مربع تو خالی کنیم و بتونیم تغییر شده. خب اینو از ماسک رو به بخش ماسک فدر میایم و مثلا روی 20 قرار میدیم تا لبا نرم بشه. روی 30 یه بار دیگه پرمون رو ببینیم. بخش ماس اکسپنشن یه مدار زیادش میکنم مثلا روی 15 یا 12. برای طبیعی تر شدن کار باید بیشتر با ماسک اکسپنشن و ماسک فدر کار کنیم تا کارمون طبیعی تر شه و بعد از اون باید یه جلوه رنگی و نوری بدیم تا این ماسک رو معلوم نشه. بریم تنجامش بدیم. در اینجا روی گزینه نیو کلیک میکنم و روی ادجستمنت لایر میزنم. یا از این گزینه بالا هم میتونید بخش لایر نیو و روی ادجستمنت لایر بزنید و
حالا در بخش امپیتن پریست سرچ میکنم افکت کروز و اون رو درگ دراب میکنم روی اجاسمن لایر و در بخش افکت کنترل میتونم با استفاده این نمودار مقدار نور و رنگ خودم رو تغییر بدم. مثلا من یه مقدار نور رو کم و زیاد میکنم، یکم تغییرش رو زیاد میکنم، یه مقدار قرمز کمتر میکنم، امید از آموزش این هفته امیدوارم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که یه لایک بزرگ به این کلیپ بدید و روی کامنت بنویسید که چقدر این کلیپ رو دوست داشتید. خیلی متشکرم تا اینجا کامران بودید و مثل همیشه stay creative. خلاق باشید.